امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. The road ahead is uncertain, but the end is clear. The gods have yet to make a man who lacks the patience for absolute power, your grace. We are better defended. Against whom? Whomever may dare to challenge us. There are power men should never have trifled with. The Iron Throne. She will block my way. The threat of war looms. Where is duty? Where is sacrifice? I'm your heir. War is afoot. خاندان اژدها به داستان اوجگیری و سقوط خاندان تارگرین می‌پردازد. اتفاقات این سریال قرار است 300 سال پیش از حوادث سریال اصلی رخ دهد و تمرکز آن روی شروع و پایان خاندان تارگرین، یکی از بزرگترین خاندانهای وستروس، خواهد بود. در واقع قرار است شاهد نمایش داستان جنگهای اصلی، از جمله رقص با اژدها که جنگ داخلی خاندان تارگرین بود و پیامدهای پس از آن باشیم. داستان این سریال سالها پیش از اتفاقات گیم آو ترونز رخ می‌دهد. داستانی درباره خاندان تارگرین که تنها خاندان اژدهایان زنده مانده هستند. آنها در دراگ استون ساکن می‌شوند و داستان خود را با افسانه خالق تخت آهنین آغاز می‌کنند. درباره نسل تارگرین که برای نگه داشتن اون صندلی نمادین جنگیدند تا پایان جنگ داخلی که تقریبا سلسله آنها را از هم پاشید. And I heard the sound of thundering arms. I consider the matter urgent. That of your succession. Well, who else would have a claim? Splintering shields and ringing swords. And all the dragons roared as one. The firstborn child. Rhaenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. And I placed my heir upon the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. Knives will come out. We play an ugly game. You have the determination to win it. I, Rickon Stark. I, Corlys Velaryon. I, Bormund Baratheon. Men would sooner put the realm to the torch and see a woman ascend the Iron Throne. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir, Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. در سریال خاندان اژدها اتفاقاتی که به جنگ بزرگ خاندان تارگرین به نام رقص اژدها منتهی می‌شوند را دنبال می‌کنیم. این جنگ در واقع جنگ بین دو فرزند خاندان تارگرین، آگان دوم و رینیرا برای رسیدن به تخت سلطنت بعد از مرگ پدرشان ویسریس اول است. این جنگ باعث آشوب در وستروس شد و همه را در مقابل هم قرار داد. خاندان‌هایی مانند لنیستر و استارک نیز بین طرفین این جنگ ناچار به انتخاب بودند. به واسطه همین جنگ بود که بسیاری از اژدهایان خاندان تارگرین از بین رفتند و منقرض شدند، تا اینکه صدها سال بعد دنریس تارگرین سه اژدهای جدید را به جهان معرفی کرد. در این سریال دوره‌ای از تاریخ را می‌بینیم که همه مردان از وقتی که به دنیا می‌آیند در حال آماده شدن برای جنگ هستند، اما غافل از اینکه هرگز جنگی رخ نداده است. Yeah!
گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. Cassian Ander. To steal from the Empire? So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? You're in my net. اندور جدیدترین محصول از دنیای جنگ ستارگان به شمار می رود که قرار است این فرانچایز را به سمت کاملا متفاوت و جدیدی سوق بدهد. اندور با بازی دیگو لونا در نقش اصلی به نام کسیان اندور است. این شخصیت برای اولین بار در فیلم روگوان داستانی از جنگ ستارگان در سال 2016 میلادی معرفی شده بود. اتفاقات این سریال حدود 5 سال قبل از اتفاقات فیلم جریان دارد و داستان کسیان اندور را به تصویر می کشد که از یک دزد به یک شورشی علیه امپراتوری تبدیل می شود. There's a good chance they'll miss what I'm really doing. It's like... I'm tired of losing. اندور چشمانداز متفاوت و جدیدی از جنگ ستارگان را به نمایش در می آورد و روی سفر خودشناسی کسیان اندور و تفاوتی تمرکز دارد که او می تواند در جهان ایجاد کند. این سریال داستان شورش فزاینده علیه امپراتوری و نحوه دخالت مردم و سیاره‌های مختلف در این شورش را به نمایش می‌گذارد. این سریال دورهایی را به تصویر می‌کشد که سرشار از خطر، فریب و دسیسه است، دورهایی که در آن کسیان تبدیل به یک قهرمان می‌شود. Themselves. So fat and satisfied. اندور برخلاف فیلم و سریال‌های قبلی جنگ ستارگان روی کاراکترهای تازه تمرکز دارد و داستان‌های متفاوتی را به نمایش در می‌آورد که می‌تواند جان تازه‌ای به این فرانچایز بدهد. تونی گیلروی خالق سریال اندور است. علاوه بر دیگول لونا، دیگر بازیگران این سریال شامل استلن اسکارشگورد، آدریا آرجونا و فارست ویتاکر است. Soon enough, these days will end. People are standing up. There will be no rules going forward.